بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، این متنی که آماده شده متنی است که فکر کنم ما رو چند دقیقه از اون چیزی که بر خودمون تنیدیم در میاره و یه خورده ما رو در مقابل کلاه قاضی شده خودمون قرار میده. بسم الله الرحمن الرحیم. دلنوشته ای با حسین. 1300 و اندی سال است که ندای حلم ناصر ینصرونی را گفتی و نشنیدی، و از محرمی تا محرم دیگر شما را در صندوق خانه های دل به زیر انبوهی از گرد و غبار نفسانی مدفون کرده ایم. چه انتظاری می رود از کسی که خواسته است ستون دینش را با نماز خود حفظ کند، ولی روزی چندین بار به خود دروغ می گوید؟ چرا که قلبمان رنگ نفس می گیرد و در خیال و وهم خود می انگاریم که نمازخوان هستیم، روزگیر هستیم، حج برو هستیم، ظلمی هم که نمی کنیم، مالی هم از کسی نمی خوریم، دیگر خداوند چه می خواهد؟ دریغا، دریغا از این که واقعیتش این است که بیش از این درگیر دین شویم حالمان بد می شود. وضو می گیریم ولی وضوی دل نمی گیریم. افسوس، افسوس و صد افسوس، ستون دین را به ظاهری پوشالی آراستیم، ظاهری با کلماتی فصیح، با قرائتی زیبا، اما با عجله‌ای فراوان. حمدش را میگوییم که این اولین دروغ است. همیشه و همیشه طلبکاری از خداوند مرام ماست. ایاک نعبد و ایاک نستعین دروغ بزرگتر ما، و آنهایی که در آن روز نماز خواندند و با زبان روزه قربتاً الالله بر سینه محبوب نشستند و سر از تن آن جدا نمودند. وا اسفا که ما هنرمندتر از آنان به جنگی ظاهری نمی رویم. با ظاهری دیندار، دیندار دو آتشه، در خود با شما و خدای خود در جنگیم. صد البته که نفس سر و صدایش زیاد است، آنچنان شلوغ می کند که کلمات را در نماز غلیظ کنیم تا قلبمان را به گمراهی بکشاند و احساس دیندار واقعی کنیم و زبانمان رضای خدا رضای خدا را گوش آسمان فلک می کند، تا همچنان در توهمی خام باقی بمانیم. حسین جان، تا کی با دروغی به این بزرگی زندگی را طی کنیم؟ چندین زمستان سرد از زندگیمان رفته و هنوز به بهاری دروغین به سر می داریم. به خدایمان، به شما و به اجدادتان راحت تر از آب خوردن دروغ می گوییم. به ظاهر مسلمانیم ولی شهادتین را هم به دروغ لفاظی کردیم. از خدای می خواهیم اهدنا الصراط المستقیم، ولی در دل با صراط راست که همانا شما و ائمه هستید در جنگیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آن راه آنهایی که نعمت دادی و نه گمراهان و غضب شدگان. مسلم است که ولدالین را با شدت و غلظت عربی میخوانیم و به خود میبالیم، اما افسوس که خود نیز از همان زالین هستیم. خدایا کی وجود خفته امان را بیدار میکنیم؟ سوره توحید میخوانیم. میدانیم که خداوند یکیست، هرچند در عمل
هر عملی و حرفی و فکری مصلحتاً بر خدا و عدالت جلو می افتد. تازه فکر می کنیم مشرک نیستیم. الله الصمد می گوییم. اما در دل از خداوند به هر صورتی گله گذاری می کنیم. رکوع و سجود من را طولانی می کنیم، اما به خود و هزار فکر و خیال به سجده می رویم. حسین جان، دائم عهد می بندیم و عهد شکنی می کنیم. در محرم، در اربعین، فاطمیه و شبهای قدر، اما در دلمان فقط به عزاداری ظاهری بسنده کرده ایم. خود را گول می زنیم که حسینی هستیم، حسینی سینه می زنیم، اما حرمت تقوای الهی را فراموش کردیم. تظاهر به عمل به رضای خدا ما را مغرور گردانیده. خدایا دار غرور ما را ویران کن و رحمانیت خود را شامل حالمان کن و ما را به سفره رحیمیتت دعوت کن تا بر سفره قضای نظری دعوا نکنیم. حسین جان این دهه عزاداری را بر ما پربرکت کن تا در مبارزه با نفس که جهاد اکبر است پیروز شویم و آن وقت شاید به خود کمتر دروغ بگویم. حسین جان شما جان خود را برای سلامتی دین دادی، ولی ما در مقابل لحظه‌ای دست از پیروی از نفسمان نمی‌کشیم. چه معامله نابرابری! این صفت متففین است. بار الله ما را از آن دور نگهدار. پدران و مادران ما به ما نماز خواندن یاد دادند. روزه گرفتن را از آنان آموختیم. و وا اسفا از این که هرچه می خواهند با عملشان به ما نشان می دهند و می آموزند که با نماز ظاهری و روزه ظاهری ما هم می توانیم راه آنها را ادامه دهیم و خود را گول بزنیم. اما سوی سوی از پرتو نور لطفی که از امید به رحمانیت خداوند داریم، برای پاک شدن این گناه بزرگ دستهای من را به آسمان بلند می کنیم. یا صاحب از زمان، به حق مادرت زهرا، یا زهرا به حق شوهرت علی، به حق پدرت، به حق حسن و حسین، جوانان بهشت و به حق خودت نزد خداوند شفاعت ما را کن. خداوندا به جلال و جبروتت، به بزرگیت قسم، حمد ما را شکر عملمان قرار ده و تمسک به دو ثقلت، کتاب خدا و عترت پیغمبر را نصیبمان کن. صراط راست را بر ما هموار ساز و در آخر یک کلمه حرف حساب، ما را خلیفت الله واقعی قرار ده. و سلام. برای ظهور آقا امام زمان و سلامتی خودتون صلواتی بلند ختم کن.